درود به عزیزانی که در هر جای دنیا هستین زندگی میکنین، در ایران، در اروپا و در امریکا به نشستین تا برنامه های ما رو نگاه داریم میکنین. و بعد اینکه خدا رو شکر میکنم برای یه وقت دیگه که به من داده اومدم در خدمت شما عزیزان به برنامه دیگر در حضورتون هستم به کارگردانی آقای یاسر عزیزم. امیدوارم که شما هم دلتون شاد باشه، لبهاتون خندان باشه و حقیقتاً دست خدا در زندگی همه شما باشه. بذار برنامه رو با دعای آغاز بکنم بیام خدمتتون. خداوند عزیزم، شکرگزار و سپاسگزارم برای این وقت. خداوند شکرت میکنم ای خداوندم که روی قدوست رهنمای زندگی هاست. ای خداوند ایمان دارم که برنامه من در تحت کنترل و حمایت و هدایت تو ای خداوند. هر چیزی که از زبانم بیرون میاد ای قدوس نام تو رو جلال بده. خداوند تمام افکارم در دستای تو باشه. این برنامه رو خداوند تو کنترل بکن، تو هدایت بکن و آن چیزی که نام تو رو جلال میده خداوند هدایت تو باشه و قلبا رو آماده بکن تا خداوند وقتی کلام تو میشنوند به کلامت ایمان بیارم تا زندگیاشون عوض بشه. شکرت میکنم در نام پرجلال عیسی مسیح طلبیدم، آمین. خب عزیزان، امیدوارم که خوش و سلامت باشی. خوش شمالیه عزیز، شما چطورین؟ برای شمی اول خوبیسته لایجونین عزیز، هم مالیین عزیز و کل شمال عزیزان، خب چطورین؟ برای خوبیسین؟ خوش گذرنشیم. یه به البته اینم بگم که شمال خودش هر شهری یک زبان بخصوصی داره. مثلا من لایجانی صحبت میکنم، میری وقتی 40 کیلومتر اونورتر رشت میری یه زبان دیگه صحبت میکنه، وقتی از این ور میری شرق گیلان میری یه زبان دیگه صحبت میکنه. یعنی هر شهری میبینی و زبان خودش داره و این گویش ها هستن که آدم خوشش میاد، این لهجه ها هست که آدم خوشش میاد. ترک یه لهجه داره، نمیدونم کرد یه جوره، لور یه جوره، عرب یه جوره، همه این لهجه هاست که ایران رو درست میکنه. ولی اصلی زبان اصلی ما چیه؟ فارسی، که میتونیم با هم صحبت بکنیم، همدیگه رو بفهمیم با این زبان. اگه فردوسی نبود ما فکر کنم الان عرب بودیم. همین که مصر عرب شد، نمیدونم سوریه عرب شد، خیلی کشورهای آفریقایی عرب شدن، ما فکر کنم عرب میشدیم. خدا رو شکر که فردوسی اومد زبان ما رو نگه داشت، ما رو دوباره به زبان فارسی برگردون. بذار شعر منو براتون بخونم بعد میام خدمتتون. میگه ای خداوندم مسیح، این اسم شعره، میگه چاره هر درد بی درمان تو هستی ای مسیح، درهای قلب ها باز است مسیح، لمس کن با دست پرمهرت مسیح، ای خداوندم مسیح، ای خداوندم مسیح، چشمای مردمان محروم پر از اشک است مسیح، پاک کن اشکا رو با دستای پرمهرت مسیح، ای خداوندم مسیح، ای خداوندم مسیح، مؤمنین رنج ها میبینن از دست حاکمان، زجر و رنج میکشن از دست این ظالمان، ای خداوندم مسیح، لمس کن با دست پرمهرت مسیح، ای خداوندم مسیح، ای خداوندم مسیح، فیض تو باشه دوای هر درد ای خداوندم مسیح، فیض را آشکار کن تو بین محرومان مسیح، درهای قلب ها باز است مسیح، لمس کن با دست پرمهرت مسیح، ای خداوندم مسیح، ای خداوندم مسیح. امیدوارم که خوشتون اومده باشه. ایمان دارم که جلال از آن خداونده، به خداوند خوشش میاد، ما شعر براش میگیم، شما هم عزیزان خوشتون بیاد. من امروز میخوام از خطرات زبان صحبت بکنم براتون، که یک انسان وقتی سخن میگه با این زبانش حقیقتا میتونه خانه ای را بسازه، خانه ای را ویران کنه، کشوری را بسازه، کشوری را ویران کنه، یا رابطه ها رو درست بکنه، یا رابطه ها رو به هم بزنه با این زبان. ولی قبل از این ایران ما چی خبر؟
مردم ایران غافل نشین از اینکه کشورتون همه چیز رو دزدیدن، همه چی رو برباد دادن. دریای خزر امضا کردن، روسیه با شگرد روباهانه اومد دریای خزر هم امضا کردن دادن به اونا، به اون 3-4 تا کشور. ما 13% یا 11% بیشتر نداریم. خلیج فارس الان دارن روسا رو میارن توی خلیج فارس که یک با هم از نظر نظامی یک آزمایش‌های نظامی بکنن یا نمیدونم یک عملیات نظامی انجام بدن. از طرف میبینی سیستان و بلوچستان اون برا رو میبینی، مثلا هندی ها دارن میان. هر کدوم میبینی اینا برای اینکه این آخوندا برای نابودی ایران و برای دزدی اومدن. هر روزه میلیون ها دلار ایرانو میدن برای بیرون که بذارن به حساباشون، ولی خیلی هم توی مرزا میگیرن. به وقتی هم گرفتن اینی مثل تریاک میمونه. وقتی شما قاچاق میکنین اونجا میگیرن سر مرز یا یک کشوری میگیره، دیگه بهتون تحویل که نمیده. اگه میلیاردها دلار هم ببرین بیرون بگیرن قاچاق، پولا میره برای همون کشوری که گرفته. شما نگاه کنین هر روز مردم ایران روز به روز بازجستگان حقوقشون از بین رفته، حقوق ندارن. نمیدونم صندوقا داره خالی میشه، مردم دارن روز به روز از نظر اقتصادی بدبخت میشن، حقوقا رو نمیدن. ما ملت ایران میخوایم همینجوری بشینیم نظارگر باشیم. شما نگاه کنین هنگ کنگ برای آزادی خودش پاشد، عراق تا دیروز پریروز کلی شلوغ بود. هر آزادی یک بهایی داره. وقتی شما میخواین یک کشور خوب داشته باشین و این کشور رو پس بگیرین از این آخوندا، بایستی یه بهایی بدین. ولی شما یک نفرم کشته نمیدین اگه با هم متحد باشین و 50-40 میلیون 50 میلیون بیاین بیرون، یه نفرم زخمی نمیشین. ولی نه، وقتی شما 100,000 نفر بیاین، مثلا خیلی اعتراضات تو ایران زیاده، ولی 500 نفر اونجاست، 500 نفر اینجاست، 1,000 نفر اونجاست، 2,000 نفر اونجاست. این پراکندگی هیچی به درد ما نمیخوره. این پراکندگی بجز که ما رو زخمی بکنه، داغون بکنه، بکشه، چیز دیگه نیست. ما باید یک بار متحدن دست به دست هم بدیم، همه ای ما بیایم بیرون تا بتونیم واقعا این رژیم رو سرنگون بکنیم. بعضی هم تو خارج هستن مثل شریعت مداری و نمیدونم فرزند آخونده دیگه، خیلی دیگه 4-5 تای دیگه که اینا همه بکرانداشون هم مشخصه چی کردن. اینا الان اصلا مثلا یه جلسه تشکیل دادن، حزب کومله را آوردن، حزب دموکرات را آوردن که هم مسلن سجه این 5-8 نفری که روز اونجا هستن رهبری. بابا رهبر شما نمیخواین، رهبر تو خود ایران هست. باور بکنین اینقدر وقتی شما این رژیم رهبری پره تو ایران، آدمای باسواد و دانشمند و نمیدونم همه چی هست تو ایران. این فسیلای خارج از کشور نگاه نکنین که براتون برنامه ریزی میکنن. جوونا هستن همه باسواد، همه میفهمن واقعا. الان یه بچه کوچیک 10 ساله میفهمه سیاست چیه. اینایی که این توی این سر آبا هستن از ایران بیرونن. ببین میگه برنامه رو با بسم الله شروع کردیم. همین بسم الله بود که خمینی اومد دهن همه رو سرویس کرد. اینا هم الان میخوان برای ما با بسم الله شروع. نه، اینا رو ولش کنین، خودتون اتحاد به خرج بدین، بیاین بیرون. باور بکنین 40 میلیون آدم 40 میلیون 50 میلیون بیاین بیرون، اینا راحت میرن بدون که یه نفر از دماغش یک ذره خون بیاد. نذارین اینجوری 20 نفر اونجا، 500 نفر اونجا، 1000 نفر اونجا، 2000 نفر اونجا. هیچ ارزش نداره که 2000 نفر اینجا باشه، 2000 نفر اونجا باشه. این رژیم یک کاری کرد با ملت ایران که مردم ایران بی‌تفاوت شدن، خیلی بی‌تفاوت شدن.
همه با هم خیانت میکنن، بی تفاوت شدن، هیچ احساسی به هم دیگه ندارن، همه هر که در فکر زندگی خودشه، حتی در زندگی های خودشون با هم خیانت میکنن. پدر به پسر، زن به مرد، مرد به زن، دختر به مادر، پدر، نمیدونم برادر به خواهر، همه یه کاری کردن با مردم ایران که اصلا هر روزه میبینید در خانواده ها بجز اختلاف و دا همدیگر دور شدن از همدیگه چیز دیگر نیست. ما نظارگر این نشستیم، نظاره میکنیم که تمام دنیا همه ماواره دارین، همه تو ماواره دارین، در این همه جاره میبینین، نگاه میکنین که ببینین او کشورها چی زندگی دارن میکنن، همه زندگی های خوبی دارن میکنن، ما چرا اینجوری زندگی کنیم؟ خب ما چرا اینجوری زندگی بکنیم؟ آیا این چاره نداره؟ هیچ چاره ای نداره؟ یعنی بشینیم فقط یا دلمون این خوش باشه که فلانی ماشین مثلا فلانی ماشین خوب داره، خیلی خوب، منم یه کاری بکنم اونجور ماشین بخرم، در صورتی که بودجه‌مو نگاه بکنم میبینم این بودجه من نمیرسه، ولی به خاطری که چشم هم چشمی بکنم با فلان کس، با فلان رفیق، با فلان فامیل، میرم خودمو میندازم توی چاه. آقا وقتی فقط ظاهر خودمو درست میکنم، ظاهر ماشین خوب دارم، خوب میرم مسافرت، خوب این کاری میکنم، خوب حرف میزنم، ولی تو آتشه، درون من آتشه. وقتی میرم خونه چی خاکی به سرم بکنم؟ وای قسط یکی اومد، قسط اون یکی اومد، قسط اون یکی اومد، این مام که کار اینجوری بود. خودمون داریم خودمون رو نابود میکنیم. اون رژیم ایران که اونجا نشستن آخونده دارن پولاتونو میخورن، تیکه پارن میکنن، دارن تمام ایران میفروشن، بی خیال همه، میخوام فقط چند سبای قدرت به دست داشته باشن، همین. ویلا این آقای خامنه ای که الان 200 میلیارد یک دونه فقط حسابشه، 200 میلیارد دلار، این میخواد با خودش به گور ببره این پولا رو. کسایی که دزدیدن این پولا رو میخوان چیکار بکنن؟ فقط دلشون خوشه که مثلا 200 میلیارد تو یک بانک دارن، 500 میلیارد اینجا دارن، 100 میلیارد اونجا دارن، 20 میلیارد اونجا دارن، دلشون فقط به این خوشه. یک کلمه هم حرف خوب نمیزنن. اینه که امروز میگم خطرات زبان انسان چقدر خطر داره. حرفی که میزنن دنیا رو آشوب میکنن، مثلا با همون زبانش میتونه دنیا رو آروم بکنه، با همون زبانش میتونه با تمام همسایگان درگیر بشه، با همون زبانش میتونه تمام همسایگان بر علیه خودش بکنه. ما ملت ایران از در تاریخ باور بکنین در تاریخ سابقه نداره که ملت ایران اینقدر بی تفاوت باشه نسبت به زندگی خودش و کشور خودش و خانواده خودش. اونام که میبینی هستن هیچ ایده معدودی هن، 5% 10% هن. پسره مثلا 20 سالش میشه، 18 سالش میشه، میاد میبینه که با رفیقاش مثلا ماشین دارن، میره مثلا نه درس میخونه، مثلا میاد به باباش میگه آره من رفتم دانشگاه، ثبت نام کردم، میرم دانشگاه، ولی الان به من پول بدین که من برم فلان کار بکنم، فلان کار بکنم، فلان کاسبی رو بکنم. ولی میبینی نه، همش علافی علافی علافی. پسر اونجوری، دختر اونجوری، فقط علافی، در فکر زندگی های خودشون هم نیستن، حتی برای زندگی خودشون هم امنیت قائل نیستن. نمیگن که آه من زندگی دارم میکنم، آینده میخوام، بالاخره یه زندگی نسبی میخوام، حداقل برم مثلا درس بخونم، واقعا 4 سال زحمت بکشم. درست هرچیم تو ایران درس هم میخونن به هیچ جا نمیرسن. چرا؟ چرا؟ برای اینکه اینا ببین پولا رو میدوزدن میبرن به کشورهای دیگه. شما در هر کشوری میبینین دزدی هست، غیر ممکنی دزدی نه، ولی مرد دزدی میکنه همونجا پولاش کارخونه درست میکنه، کمپانی باز میکنه،
تعداد بسیاری میاره تو این کمپانی و تو این کارخونه کار بکنن، ولی این آخونده فقط دارن میدوزن میبرن بیرون، میدوزن میبرن بیرون. اینه تو تفاوتش در اینه که اینا میدوزن پولا رو میبرن بیرون، ولی کشورهای دیگه اگه میدوزن پول هم اونجا خرج میکنن و تعداد بسیاری رو به کار میکشن که دیگه بیکاری فلان نباشه. به چی این حکومت شما دل خوش هستین؟ یک چیز مثبت نداره اینا، یک عمل مثبت، یک عمل کوچک مثبت نداره اینا. صبح تا شب دارن همه رو بر علیه ایران بپا میگم با آقا پاشین که همه بر علیه ما باشین، همسایه‌ها رو بر علیه ایران با صحبتاشون، همش فقط میخوان درگیر بشن، کارشون درگیریه. تو لبنان باشن درگیر بشن با اسرائیل بزنن، تو یمن باشن به عربستان بزنن، توی فلسطین باشن به اسرائیل بزنن، تو عراق باشن نمیدونم اونجا دولت عراق اینقدر دوست کردن تمام عراقی ها پاشدن اومدن بیرون. شما دیگه تصویرهاشون دیدین دیگه، تو ماوراء در ایران نشون میده، تو ماوراء دیدین میلیون ها آدم اومدن بیرون بر علیه دولت که شما دوزدین دارین. اینه مردم که میخواد حق خودشی بگیره میاد بیرون. وقتی میلیون ها آدم بیاین، اینا چند نفر میتونن یک بار میتونن یک دو تا تیر هوایی خالی بکنن، دو تا باتون بزنن دو سر کلتون؟ همش که نمیتونن که. هنگ کنگ 7 میلیون جمعیت داره، 3 میلیون 4 میلیونش بیرونن، اونم چینه که پوشش هست، چینه که داره اونا رو میزنه، بلا خود پلیس هنگ کنگ نمیتونه هیچ کاری بکنه. این چینه که ببین کمونیست، اینو تو گوشتون فرو ببرین، ببینید کمونیست همیشه مثل شوروی، مثل چین، همیشه تمام زندگی های ما رو به هم زدن، همش دزدیدن از ما، همش خیانت کردن. شما ببینین پوتین میاد اینجا با خامنه اینا میشینه، حتی قرآن میخونه، آدم کمونیست قرآن هم برات میخونه. اینی حزب توده که مرد سران حزب توده آقرسه اومده بودن قرآن داشتن تفسیر میکردن، کیان نوری و کی و کی و کی. اینا اینقدر خیانت کردن، به خودشون هم خیانت میکنه. اینا مرد کمونیست خدا رو قبول نداره، هیچ مذهبی، هیچ دین و مذهب قبول نداره، میاد قرآن برای تو. به خاطر چی؟ به خاطر که میخواد افکار شما رو خراب بکنه، میخواد افکار شما رو بگیره از شما، هوش و ذکر و شما رو همه رو باید میخواد بگیره. شوروی آقا چند بار گفتم عهدنامه گلستان، عهدنامه ترکمنچا، الان هم یه عهدنامه خزر زدن، همه رو بردن. ببین هیچ وقت شوروی یک ریال پول به ما استفاده نداد، یک ریال، بجز که میلیاردها دلار پول ما رو دزدید. تمام اون موقع تزاری بود، 17 شهر قفقاز از دست ما گرفتن، تزار روسیه بود. الان هم که این پوتین اومده با این خامنه‌ای، با این مافیای آخوندی با همن، کل ایران دارن میدوزن. شما ملت هم نشستیم نظاره کنیم چی بکنیم؟ نشستیم بلش کن بابا، هر که در فکر خب هر که هر روز نوبت همه شما هست، نوبت تک تک شما هست که شما رو اذیت بکنن. میخوام درس رو شروع بکنم، ولی قبل از درس میخوام یه سرود گوش بدیم. اگه یاسر جان آماده باشه یک سرود گوش بدیم، بیا من درس رو شروع بکنم براتون. ولی قبل از این یک دونه از امثال سلیمان براتون بخونم، بعدم بریم یه سرود گوش بدیم، بعد از اونم میگه نصیحت به جوانان، میگه با تمام دل خود به خداوند اعتماد کن و بر عقل خود تکیه منما.
این عقل خود در عقل خودمون تکیه میکنیم که کشور ما رو میدیم تو دست مافیا، میدیم تو دست کمونیستا، تمام زندگی ما رو میدیم. میگه در هر کاری که انجام میدهی خدا را در نظر داشته باش و او در تمام کارهای تو را موفق خواهد کرد. به حکمت خود تکیه نکن، بلکه بر خود از خداوند اطاعت نما و از بدی دوری کن و این مرهمی برای زخمهایت بوده به تو سلامتی خواهد بخشید. از امثال سلیمان 3. چرا اینی میگه؟ برای اینکه ما نه این خدای دروغی که الله اینا درست کردن به ما میگن این مرده ها، نه، خدای حقیقی که در آسمانه به اون خدا تکیه بکن، به عقل خودت زیاد اطمینان نکن، از خدا کمک بگیر، خداوند عقل حکمت بهت میده که راحت بتونید در زندگی راه بری. اگه یاسر جان ما آماده است یک سرود گوش میدیم، بعدم بیام درس شروع بکنم. حضور تو همچون نسیم میبرد مرا به عمق تازه، از حضور میکشد مرا. حضور تو همچون نسیم مرا به عمق تازه، از حضور میکشم مرا. حضور تو میبرد مرا، حضور تو مرا. پرساز وجودم را، پرساز از حضورم، پرساز وجودم را، پرساز از حضورم. وجودم دست تو، قلبم سرمست تو، مرا آماده کن، به روحت تازه کن. وجودم دست تو، قلبم سرمست تو، مرا آماده کن، به روحت تازه کن. روح قدوس، تازه کن آنت هایم، پاره کن برای آتشم، مرا آماده کن. یه لمس تازه کن آنت هایم، پاره کن برای آتشم، مرا آماده کن. یه لمس تازه کن آنت هایم، پاره کن مرا آماده کن. روح القدس جاری شد در ما، روح القدس جاری شد در ما. یه لمس تازه کن بندهایم، پاره کن برای آتشم.
شد درمان روح القدس جاری شد درمان. با درود دوباره به ملت عزیز ایران، امیدوارم که نشستین به برنامه رو دارین گوش میکنین، چه زندگیاتون از کلام خداوند بشنوید و عوض بشه. داشتیم صحبت میکردیم همینجوری که چقدر ما بیتفاوت شدیم، زبان ما به خوبی باز نمیشه، زبان ما به تلخی باز میشه همیشه. مثلا دیروز پریروز بود که فکر کنم یه فیلم کوتاه دیدم که چند تا خبرنگار خارجی رفته بودن تو مشهد، بعد از این خانه های ایفاف که یه دونه خانه ایفاف رفتن داشتن گزارش تعیین میکردن، زنا گفتن سلام، اومدن تو زنی که اونجا مثلا مسئول اون بود خانومه میگفت که اینجا چیه، گفت که اینجا مثلا ما مثلا 30-40 نفر 50 نفر دختر داریم، بعد گفت که اینا چی، اینا مال شما نمه، گفت نه مال ما کی نیست، اینا هم مال خداست، برای ثواب این کار میکنیم. میگه چیکار میکنی؟ میگه که اینا اینجا هستن صیغه میشن که ثواب بکنن، هم برن مثلا مردم پیش مردم صیغه بشن که ثواب بشه. زنه داشت میخندید، میگو با چادر و با دین خودشون میخوان فحشا، خونه فحشا باز کردن، خونه ایفا باز کردن، ولی اینکه میگن که برای ثواب خدا داریم این کار میکنیم. ببین ما رو چقدر، ببین این واقعا، من این دیگه واقعا میخوام بگم، میگم این به شور آدمی توهین نمیکنن، یعنی دقیقا توهین نمیکنن. اونجا با یه فاحشه خونه است بگو دیگه. نمیدونم ما برای خدا داریم کار میکنیم، دختر 14 سالی میخوای، اوکی دختر 18 سالی میخوای، 22 ساله باشه، هیکلش چجوری باشه، خب بگو فاحشه خونه است دیگه. برای خدا داریم کار میکنیم، چی برای خدا، چی کار میکنیم؟ خدا بهت گفت فاحشه خونه باز بگون، برو یه دختر اونجا ازش پول در بیار، بینداز تو بغل این مرد، بینداز دو بغل اون مرد، پول بگیر. اساس این دین شیطانیه، اساس این دین شیطانیه، اسلام دین شیطانه. میان بسن میگن که ما داریم ثواب میکنیم ولی فاحشه خونه دارن، زبانشون تلخ و تند و بر علیه همه و مردم علیه ایران کردن. وقتی میگیم ناراحت نشین، برین قرآنتون رو بخونین ببین چی چرتی توش نوشته. میدونی چرا؟ برای اینکه خدایی که اون اسلام میگه اونجا بیکار نشسته برای آقای محمد، این فاحشه خونه‌ای که الان باز کردن، همین فاحشه خونه رو خدا برای محمد باز کرده بود. برو برای این خونه، برو اون خونه، برو پیش اون دختر، برو پیش اون زن، سوار این بشو، سوار اوکی بشو. این بابا مردم ایران، من نمیدونم شما اینجا میبینم توی امریکا مرد دکترا داره، مهندس، میره این قرآن میخونه، همین چیزها رو میخونه که خدا برای محمد گفت برو میشه پیش یکی بقا پیش اون یکی، اینم حالش نمیشه. نمیدونم موقع وقتی اسلام یه ترس وحشت تو بدن آدم میندازه که مرد از اسلام میخواد بیرون بیاد، فکر میکنه تمام زمین و زمان بر علیشن. نه آقا، زمین و زمان بر علیه تو نیست، دین شیطانه. اینجا الان سرغفلی زمین مال شیطانه، چون خود ما انسان ها دستی دادیم تو دست شیطان. به خاطر همون زندگی های ما همیشه خرابه، زندگی های ما همش وارونه است، همش داغونه، آرامش نداره، چون دینی که با بسم الله میاد به نام خدا میگه بعد میزنه تو سرت، میکشه تو رو، انفجار نمیدونم بوم میذاره خودشو که مردم عادی رو بکشه، این دین خدا نیست. بدون که دین شیطانه. اگه ناراحت میشی که وقتی این حرفا رو میزنیم، برین قرآنتون رو بخونین، خواهشم برین قرآنتو بخونین، برین چهار تا این
کتابای اسلامی رو بخونین. شما خودتون تو این فیسبوک ها، تو این سایدای مجازی میفرستین، میبینین آخوندها چی چرت و پرت میگن. زبان بهشت عربیه، زبان جهنم فارسیه، عجم. اینا اینقدر بیشرفن، بیشورن. برای اینکه مردم ما رو بیشور میدونن، مردم ما رو میگن که نمیفهمن، درسته که خودشون هیچی بیسوادن، نمیفهمن. ایرانی ها خیلی باسوادن، خیلی باسوادن، حقیقتن هم همه چی فهم شعورشون خیلی زیاده، ولی حاضر نیستن برن اون دین اسلامی که اصلا خودشون هم نمیدونن کی مسلمون شدن برن بخونن. هر چی میکشیم از این دین اسلام میکشیم. تمام کشور ما این داد فریاداره میکنیم به خاطر اینکه کشور ما رو اینا دارن تیکه پاره میکنن. همه چی رو دزدیدن، همه چی رو بردن. مردم غافلین شما، حقیقتا غافلین شما. چشمتون رو بستین میبینین ادوت دوز اومد تو خونه، همه چی رو دزدید رفت. واقعا من یعنی مسئله این که ما ایرانی ها اصلا نمیخوایم اصلا یه جنبش کوچیک داشته باشیم، نمیخوایم متوجه شیم که آقا اینا همه میخوان نابود بکنن ایرانو. بابا تو اگه از نظر قانون رانندگی، قانون دیگه هر قانونی یک دونه دوتا تخطی بکنی یه جریمه ای میگیری. باور بکن خدایی که اینا و الله رو میارن، اینا این خدا نیست، اون خدای واقعی رو اگه شما بپرستین، اون خدایی که شما رو آفریده. به اسم عربی پربی هم نخونین، بسم الله، نمیدونم یا ابوالفز یا محمد یا تقی یا نقی یا بنام فلان کس. اونا همه دشمنای ایران بودن. باور بکنین بریم بخونین حالتون میشه که تمام این عرب های 1400 سال پیش دشمن های ایران بودن، چون ایران بهشت بود برای اونا. اونجا اینا تو صحرا نشسته بودن. همین الان دبی شما میبینین صحرا بود، الان همه فانتزی رفته بالا، الان تازه فهمیدن دیگه. نه کسی با کسی دعوا میکنن، نه با کسی جنگ. نفت پفت همه چی رو برمیدارن برای کشور خودشون، کشور خودشونو ببرن بالا. دبی الان یکی از بزرگترین گردشگری توی یک صحرا، بزرگترین گردشگری دنیا رو داره، پولی که اون در میاره در سال. در صورت که کشور ما طبیعی، خدادادی، زیبا زیبا زیباست که از نظر گردشگری اگه مردم بیان اونجا گردش بکنن، پولای خودشون خرج بکنن، صد برابر از درآمد نفتم بالاتره. ما ملت ایران نشستیم صبح تا شب تمام کشور ما رو دزدیدن، بردن، خوردن، داغون کردن، ما نشستیم هیچی به هیچی. چه ببینم فلان کس همسایه مثلا ماشین مرسدس بنز داره، بهترین آخرین مدل ماشین داره، من هم یه کاری بکنم بیدم ماشین بیسیم، اون مبل فلان چیز فانتزی داره، من هم بیدم مبل رو. حالا پول داشته باشم یا نداشته باشم، اینه که زندگی های ما رو خراب میکنه. نگاه کردن به کسی دیگه، به زندگی های دیگر، زندگی خودمونم فراموش میکنیم، آرامش خودمونم از بین میبریم. عین گنجشکه و کلاغر میبونه، راه رفتن خودشونم فراموش شده. خانه ایفاف آخه وقتی اینا آخوندا میان این همه چرت و پرت میگن از دین اسلام، نگین دین اسلام. آقا اینا نیستن که آخوندا میگن، حالا داره اینا 30% 40% اونو میگن. اگه 100% بگن اصلا شما طاقت دیگه شنیدن ندارین، اصلا طاقت ندارین دیگه اسلام به گوشتون بخوره. امروز میخوام از یعقوب 3 راجع به خطرات زبان صحبت بکنم. خطرات زبانی که انسان میتونه با زبان خودش دنیا رو به آرامش برسونه، دنیا رو به
همین زیبایی که داره زیباتر بکنه یا دنیا رو خراب بکنه. با یک زبان کوچکی که در بدن تو هست میتونی دستور آتش بدی، یک استارت بزنه، بمب اتمی در تمام دنیا پخش بشه، همه زمین نابود بکنه. انسان میتونه با همین زبان پشت تریبون وایسه صحبت بکنه، جهان با هم وصل بکنه. همین انسان. میگه خطرات زبان، میگه برادران و خواهران عزیز سعی نکنید اشتباهات دیگران را فوری به ایشان گوشزد کنید. یه نفر یه دو دیدی یه اشتباهی میکنه، میاد یه سخنی میگه، یه حرفی میزنه یا یه حرکت اشتباهی میکنه، میگه همون لحظه آتشی نشو، تون جوابش نده، اون لحظه آرامشش تو حفظ بکن، بعدن میتونی با آرامش بهش جواب بدی، با محبت میتونی جواب بدی، میتونی اون کاری که زشتی که اون کرده برگردونی، همه چی رو از تو معذرت خواهی بکنه، نمیدونم کارات درست بکنه، اشتباهاتش بفهمه، عوض بکنه. میگی زیرا همه ما دوچار اشتباه میشویم. کیست که در زندگی اشتباه نکنه؟ به قول خاخامای اسرائیلی اون موقع اومدن پیش عیسی مسیح، یک فاحشه را آورده بودن جلوش، گفته بودن که آقا ما اینو در استاد، ما اینو در زمانی که داشت زنا میکرد گرفتیم. ریاکاری اینا رو نگاه بکن. میخواستن بیان بریم مثلا عیسی مسیح رو به دام بیندازن، در صورتی که اون مردی که با زن زنا داشت میکرد مرد کجا بود؟ قرار این که یهودی ها اون موقع هم مرد هم زن که زنا میکردن سنگسار میکردن، زنه رو کشیدن آوردن فقط. بعد عیسی مسیح سرش پایین انداخت، بعد از چندی نوشتن سرش بالا آورد، گفت میخواین اینو محکوم بکنین، میخواین سنگسارش بکنین این زنه رو؟ گفتم بله دیگه، زنا کرد فلان. گفت خیلی خوب، هر کسی که در زندگیش اشتباه نکرد، گناه نکرد، اولی سنگ بزنه به این زنه. باز وجدان داشتن، سنگاشون رو انداختن رفتن یهودیا. اینی میگه، میگه ما همه زیرا همه دوچار اشتباه میشویم. چقدر خوب آدم ببخشه یا آرامشش رو حفظ بکنه بعدن صحبت بکنه. میگه ما معلمین دینی که احکام خدا را میدانیم، اگر مرتکب اشتباه گردیم شدیدتر از دیگران مجازات خواهیم شد. منی که الان قانون مسیحیت میدونم، کلام خدا را میدونم، اگه اشتباه بکنم شدیدتر از اون کسی که نمیدونه محکومم، چون میدونم، دانسته دارم کار اشتباه میکنم. به خاطر هم میگه اگه ما معلمین دینی که احکام خدا را میدانن، اگر مرتکب اشتباه گردیم شدیدتر از دیگران مجازات میشویم. اینی که یه پلیس، یه قاضی دادگاه بره اشتباه بکنه، تمام قانون میدونه ولی چون هم میدونه بره اشتباه بکنه، خب اون شدیدتر از اون محکوم میشه تا منی که قانون نمیدونم. میگه اگه کسی بتواند به زبان خود مسلط شود، قادر خواهد بود در سایر موارد نیز، در سایر موارد زندگی خود نیز مسلط باشد. وقتی این زبانی که یه نفر میاد یه دفعه میاد جلوی من فوش میده، فحاشی میکنه، داد و فریاد میکنه، یک کار خطایی میکنه نسبت به من، اگر همون لازم من مثل همون تکرار بکنم بخوام، یعنی همون اصلا دیگه نمیدونم چی دارم میگم، از زبانم چی داره میاد بیرون، هرچی از زبانم میاد بیرون، چون کنترل ندارم. میگه چقدر خوبه آدم وقتی اشتباه میکنه به خودش مسلط باشه، همون لحظه جواب نده، همون لحظه مقابله به مس نکنه. میگه اسبی بزرگ را با دهنه کوچک مطیع خود میسازیم.
و او را به هر جایی که بخواییم میبریم. یک اسب به اون گندگی رو با یک دونه این دانه کوچی که به دانش میزنن میتونی اینو کنترلش داشته باشی، هر جا که دلت بخواد ببری. این 2000 سال پیش نوشته شده، ولی در زندگی های هر روز ما در همون وقت به کار میاد. همین حالا هم همین کارها رو همه میکنن. این مثال ها رو داره میزنه که ما رو در زندگی از اشتباهاتمون برگردونه، به خودمون مسلط باشیم، اشتباهات زیاد از حد نکنیم، اشتباهایی که میکنیم دوباره برگردیم، درس بگیریم از اون اشتباهات. اینی که ما انقلاب کردیم، اشتباه کردیم. ولی در اشتباه آدم نمیمونه که، این درس میشه که آدم برگرده با فکرش کار بکنه، بتونه خودشو جا به جا بکنه. نه نظارگر این باشم که زندگی من میاد تو خونه من تجاوز بکنه. این زمان 700 سال 800 سال عثمانی ها رفته بودن اروپا رو گرفته بودن، به مردم تجاوز میکردن، کشورشون رو تصرف کردن، مرداشون رو بردگی میبردن، به نمیدونم فحشا میبردن، همه کار میکردن، نابود میکردن. میگفتن که شما هم حق نداری هیچ حرف بزنین. الان هم که ارمیشی میگه جنگای صلیبی یادتونه. بابا به کشورش حمله کردن، 700 سال تو خونشون زندگیشون رو نابود کردن، زن بچهشون رو تجاوز کردن، زندگیشون رو نابود کردن. آیا میخوای باز باشن همینجوری دودستی باشن اینا هر کاری دلشون بخواد بکنن؟ پا شده اینا رو انداختن بیرون. هی میگی جنگای صلیبی یادتونه؟ چرا اسلامی همه این جنگ داره میکنه، همه رو میکشه، اینا یادتون نیست؟ یادتون میره سری که اسلام 1400 سال اومده چی کاره انجام داد؟ همین حالا داره انجام میده. همین حالا القاعده و من نمیدونم این کفته یا الارام و نمیدونم الشعبی و طالبان و این و اون و قاعده و همه اینا دارن این کارا رو میکنن. همین حالا، حالا به 1400 سال و یا نمیدونم 1000 سال پیش میگیم. میگه یک سکان کوچک میزه فرمونه کشتی بزرگ را به هر سو که خواست ناخدا به هر سوی که میخواد ناخدا هدایتش کنه. میگه میتونه هدایتش بکنه با یه سکان کوچیک. ناخدا میتونه با این سکان این کشتی عظیمو با هر سو که میخواد ببره. میگه زبان نیز در بدن عضوی کوچک است، ولی چه خسارت سنگینی میتواند به بار آورد. این زبان کوچیکی که در بدن ماست، میگن از زبان سرخ سر سبز میدهد برباد، واقعیته. این مساله را علیکی نمیگن. نادانسته بعضی موقع تو خشمناکی از یک چیزی نادانسته پوری میری اونجا با این زبان هر چی در دهنت بیرون میاد میگی. یه ذره فکر نمی کنی بابا، با آرامش اشتباه شد، بذار اون داره هر چی به من میگه، بذار من فکر بکنم، با فکرم برم این زبان، الان نمیفهم، الان آتشی هستم، میرم اونجا همه رو به هم میزنم. این زندگی خودشم به هم میزنه. میگی یک جنگل عظیم را میتوان با یک جرقه کوچک. یادتونه همین چندی پیش پارسال کالیفرنیا تمام جنگلاش آتش گرفت بود، تو فکر کردی مثلا یک آتش یک کیلومتری آوردن ریختنه؟ نه خیلی، یه جرقه کوچک، یا دوتا برگ به هم خورده خوش شده به هم خورده، یه جرقه احساس کرده تمام این کلی یک هزارون هکتار جنگلا سوخت. دو هفته سه هفته نمیتونستن آتشو، تا حتی بغل خونه منم اومد نمیتونستن آتشو خاموش بکنن، به زور به سختی آتشی خاموش کردن. اینه داره میگه 2000 سال پیش. اینا همه تجربه های زندگی هن. خداوند کلامش تجربه زندگیه.
خداوند کلامش اینه که زندگی تو رو تبدیل بکنه، یاد بده که چجوری زندگی بکنی، اشتباهات بهت بگه که تو بتونی با آرامش بهترین وضع زندگی بکنی. جرقه کوچیک با آتش کشی، زبان همچون زبانه آتش است، لبریز از شرارت می پاشد و تمام بدن را زهرآلود می کند. آتشی است که از جهنم می آید و می تواند تمام زندگی را به نابودی بکشاند. وقتی زندگی میگه نابودی بکشاند، وقتی این زبان من تندخو باشه، زبان من بد حرف زدن باشه، بدگو باشه، همش چیزهای بد از این زبان بیاد بیرون، تمام زندگی خودم رو نابود میکنه، چی؟ تمام زندگی اطرافیان من هم نابود میکنه. زبان یک تیکه کوچیک از عضو بدن، ولی همین زبانی که این رژیم داره چرتپرت با همین زبان خودشون چرتپرت توی تلویزیون ها دارن میگن که تمام دنیا رو بر علیه ایران کردن، تمام دنیا رو بر علیه ایران کردن. شما میخواین اون روزی ببینید که ایران شما نابود شده باشه؟ بعد بزنین رو دستتون بگیم وا خاک تو سر شد، چی شد؟ میگه انسان توانسته از هر گونه حیوان وحشی، پرنده و خزنده، جاندار دریایی را رام کند و بعد از این نیز رام خواهد کرد. 2000 سال پیش داره صحبت میکنه یا. اما هیچ انسانی نمیتواند زبان را رام کند. تو نمیتونی زبان هیچ کسی رام بکنی. هرچی از زبان، هرچی حرف از زبانش بیاد بیرون میگه. همین این رژیم ما باز میخوره به این رژیم. هر حرفی بزنی، کلام خدا هرچی میگه میخوره به این آدمای که گناهکارن، آدمایی که دارن نادانسته را میرن، آدمایی که اشتباهات بیش از حد میکنن در زندگی، به خصوص اونایی که پول دوست عاشق قدرتن مثل رژیم ایران که تمام زندگی ایرانی ها رو نابود کردن. میگه زبان همچون مار سمی همیشه آماده است تا زهر کشنده خود را بیرون بریزد. مثلا میبینید دو نفر با هم دارن صحبت میکنن، میگه الان میگه با زبانم یک نیشی بهش بزنم که تا عمر داره فراموش نکنه. یه چیزایی میگه بهش که مرده تا دل و استخونش میسوزه. اینه میگه مثل مار سمی میمونه که زر پخش میکنه. چقدر خوب آدم زبان محبت داشته باشه، زبان به سخن گفتن خوب باشه، زبانی که انسانها رو به هم پیوند بده، زبانی که محبت رو در بین مردم بیاره، زبانی که همیشه با محبت بیرون بیاد، زبانی که دعا بکنه برای این مردم، زبانی که مردم به آشتی بکشونه نه به غر و با جدایی بکشونه. سم نباشه در زندگی های مردم، بلکه گل باشه، محبت باشه، آرامش باشه بریزی تو زندگی های مردم. خب عزیزان ما نشستین دیگه، چایاتون برای هست دیگه، چاییتونه دارین میخورین، از این کلام خداوند بشنوین که حقیقتا کلام خداوند که 2000 سال پیش صحبت کرد همین حالا برای زندگی های ما خوبه. اینه میگن کلام خدا، نه قرآنی که کلامش فقط به خاطر فاحشه‌گیری و افافه. چارت هم اگه میبینی کلمات خوب توش نوشته از تورات برداشتن، چون خدیجه زن محمد یهودی بوده. زبان همچون مار سمی همیشه آماده است تا زهر کشنده خود را بیرون بریزد. با آن لحظه پدر آسمانی ایمان را خدا را تمجید می کنیم،
شکر میکنیم لحظه دیگر مردم را که شبیه خدا آفریده شدن نفرین و لعن میکنیم. الان مثلا من اینجا دارم دعا میکنم خدای شکرت، خدای تشکر، ستایش، بعد همین انسانی که شبیه خدا، خدا گفت انسان شبیه خودم آفریدم، شبیه خداست، میاد لعن و نفرین میکنه. مثلا میگه ای فلان 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 شده، زندگیت فلان بشه، نابود بشی، فلان بشی. یعنی مثلا ما همش میخواییم نفرین بکنیم. میگه خداوند، میگه عیسی مسیح میگه که برای دشمنای خودت دعا بکن، اون دعایی که برای دشمنت میکنی اون دعا بر میگرده برای خودت، تو رو حفظ میکنه. وقتی دلی دعا کننده داری، دلی داری که خوب میخوای خدا رو ستایش بکنی، به اون انسانی که به شبیه خدا آفریده شده میخوای اون انسانم آرامش بدی، یا اون انسان برگرده به اون آرامش از اون کارهای عجیب غریبش، از اون کارها، از اون اشتباهات قبلی خودش برگرده، براش دعا میکنی، خداوند قلبش لمس میکنه، اون آدم میشه دوست تو، عوضی که دشمن تو باشه. چقدر این رژیم ایران، باز میگه شاپور برگشت به رژیم ایران، چقدر این رژیم ایران پدره، با این زبانشون همه رو داغون میکنن، حرفای چرت و پرت میزنن، مردم دنیا رو بر علیه ملت ایران دارن میکنن. آخه من هر جور صحبت بکنم بر میگرده به این رژیم. چی بکنم، من مقصر نیستم، باور بکن، خداوند داره میگه. یک دونه کار این رژیم خوب نیست که آدم یه دفعه خداوند یه چیزی بگه بله حکومت من، خدا چیزی که گفته درست داره راه میره. همه بر علیه ایناست. با آن لحظه پدر آسمانی ما خدا را شکر میکنیم و لحظه دیگر مردم را که شبیه خدا آفریده شدن نفرین میکنیم. از دهانمان هم برکت جاری میشود و هم لعنت. میگه برادران عزیز نباید چنین باشد. آیا امکان دارد از یک چشمه ابتدا آب شیرین بجوشد و بعد شور؟ این دفعه کارت زرد داد، قرمز نداد، نمیش وقت تموم شد ولی کارت زرد داد. یه دقیقه دیگه صحبت بکنم کارت قرمز میده، اونجا قرمز میمیسه. حالا تموم میکنم، یه دقیقه دیگه تموم میکنم. میگیم آیا امکان داره از یک چشمه ابتدا آب شیرین بجوشد بعد آب شور؟ که نمیشه از یک چشمه هم آب شیرین بیادم شور. آیا میتوان از درخت انجیر زیتون چید؟ یا از تاک میتوان انجیر چید؟ نه، به همین ترتیب از چای شور نمیتوان آب شیرین و گوارا برداشت. اینی از دریا، مثلا همین دریای خزر اگه شما برین شور دیگه، میتونی آب شیرین بردارین؟ نه، شوره. همین دریایی که اینجاست آبش شوره، شیرین نیست. بذار تا یه دعایی بکنم کوچیک تا قرمز نگرفتم دو چیزو برنامه رو ببندم. امروز تو هم وطن عزیزم کنترل زبانتو داشته باش، با این زبانت برکت بده به مردم، با همین زبانت عشق بده به مردم، با همین زبانت محبت پخش بکن، گل پخش بکن، عوضی که سم پخش بکنی. امروز بیا به سوی این خدای زنده، خداوندی که جان خودشو برای من و تو داد، بگو عیسی مسیح میدونم که برای گناهانم روی صلیب رفتی، میدونم که خون تو برای من گناهکار ریختی، من گناهکارم، خدایا گناه های من ببخش. امروز به زندگیم وارش و زندگیمو تبدیل بکن، عوضش کن، آرامش الهی تو بریز در زندگی من. شکر میکنم تو رو خداوند، هر چیزی که دارم شکر میکنم، اگرم هر گرفتاری دارم به نام عیسی مسیح رفع میشه. شما رو به عیسی مسیح میسپرم، دست خدای پدر، خدای زنده میسپرم. تا هفته دیگر، بدرود. تا درودی دیگر، دوستتون داریم، عاشق ایرانیم.